4 تا راهکار خونگی برای رفع غلظت خون بهت میگم که خیلی فوری ظرف 2 هفته میتونی ازشون نتیجه بگیری. سلام، خدا رو شکر میکنم که میتونم کمکتون بکنم برای بهبودی و رفع بیماری ها. امیدوارم هرگز دچار مشکل و گرفتاری بیماری جسمی نشید. خدا به همتون سلامتی بده. راجب پست قبلی که یادتون هست غلظت خون رو توضیح دادم که چند دسته هستن غلظت خون میگیرن. ازتون خواسته بودم اگر دوست دارید راهکارشو بهتون بگم برام کامنت بکنید. توی همون چند دقیقه اول نزدیک 1000 خورده کامنت اومد که بله نیاز دارید که این راهکارهای خونگی رفع غلظت خون رو بدون. غلظت خون یه بیماری شایعه و خیلی زیاده. حتما سعی بکنید از این مواردی که میگم استفاده بکنید تا غلظت خونتون ظرف نهایتاً چند هفته برطرف بشه. به صورت کلی برای رفع غلظت خونت میری عطاری محلتون، میگی پرسیاوشان، پرسیاوش هم بهش میگن، پرسیاوشان و ناخنک میگیری، نیمکوب میکنی به اندازه مساوی، از هر کدوم یه قاشق غذاخوری ترکیب میکنی، توی 3 لیوان آب جوش 20 دقیقه دم بکشه، صاف میکنی و در 3 نوبت بعد از صبحانه، ناهار و شامت میخوری. این یه دارویه که خیلی از کسانی که ازش اطلاع دارن به عنوان داروی رفع غلظت خون با قیمت خیلی بالا میفروشن. از اون روزی که تصمیم گرفتم فرمولاسیون داروام رایگان در اختیار قرار بدم، این فکر میکنم چندمیش باشه. به خاطر بسپر راجع به رفع غلظت خون. این یک. دومین راهکار برای رفع غلظت خون، زرشک و عناب رو به روش‌های مختلف میتونی درست بکنی. آش زرشک یا مخلوط دم کرده زرشک و عناب و یا خیسوندن پرهلو، مثل همون برگه زردالی مونه، برگه هلو توی دم کرده زرشک و عناب که چند ساعت بمونه قشنگ نرم بشه، روزی 2 لیوان میل بکنید، خیلی کمک میکنه به رفع غلظت خون. اونایی که غلظت خون دارن حتما سعی کنن در طول روز حداقل 3-4 لیوان مخلوط عرق کاسنی، شاهتره و بید استفاده بکنن، به جای آب خوردن بخورید. میتونید حداقل هفته 3 مرتبه سوپ بخورید، سوپ جو یا آش جو، ولی توش گشنیز و کدو تنبل حتما بریزید. 4مین راهکار رفع غلظت خون، عرق بید، کاسنی، شاهتره و گل ختمی. عرق بید و کاسنی شاهتره رو به نقطه جوش میرسونید، گل ختمی رو میریزین توش، دم میکنید و بعد از دم کردن صاف میکنید و روزی 2-3 لیوان ازش میخورید. اینم غلظت خونتون رو برطرف میکنه. و به عنوان غذا و میان وعده ها میتونید شیره انگور رو با ماست سنتی چکیده مخلوط کنید، یه پیاله میل بکنید، سوپ جوجه خروس محلی یا آبگوشت جوجه خروس محلی حتما بخورید تو برنامه غذاییتون باشه، یه سالاد میتونید درست کنید قبل غذاتون بخورید که خیلی 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 مؤثره در رفع غلظت خون. کدو، خیار، چغندر، گوجه یا گرجه و کاهو، اینا حتما با آبغوره خونگی بدون نمک و روغن زیتون مخلوط میکنید، سالادش میکنید و نیم ساعت قبل غذاتون مفصل ازش یه بشقاب بزرگ میخورید. اما یه نکته خیلی مهم اینه که اونایی که بر اثر استرس و تنش‌های عصبی دچار غلظت خون میشدن، اونا حتما باید دم کرده اعصاب رو بخورن. من به عنوان داروی حرفه‌ای چای بتابوت رو طراحی کردم و ارائه کردم که اعلام نتایج خیلی زیادی داریم. توی اسلایدهای بعدی اعلام نتایج استفاده از چای بتابوت رو براتون میذارن. و یا دستور خونگی تهیه چای اعصاب رو بهتون میدم که اعصابتون رو فولادی میکنه، خیلی مهمه. و کسایی که مشکلات روحی دارن و استرس و نگرانی برهنه میشن، یه نفر براشون بدنشون از گردن تا نوک پا با روغن زیتون ماساژ میده. راهکارهای رفع غلظت خون تمام.